سلام دوستان و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. اوکی بچه‌ها، همونطور که می‌بینید کلش آف کلنز یه چالش جدید سه ستاره به اسم جودس لاک چالش واسمون گذاشته و خلاصه تو این ویدیو قراره که بریم با هم سه ستارهش کنیم و من بهتون بگم که از چه تکنیکی میتونید استفاده کنید. خلاصه قبل اینکه بریم داخل بچیم یادتون نره حتما بره لایک کنین، کانال سابسکرایب کنین، زنگ داره به سر در بیارین اینستاگرام منو که این یا این بالا میاد و حتما حتما فالو کنین چیزی نمون تا 1200 چون درمون و بریم داخل بازیو ببینیم چه خبره. لتس گو. اوکی بچه‌ها، همونطور که می‌بینید الانم داخل بازی و من سر یه بک استوری بچه‌ها بهتون بدم، یه داستانشو بگم که جودس لاک بچه‌ها مطمئنا خیلیاتون می‌شناسین، یه یوتیوبر کلچ آف کلنز که الان به بالای 1,000,000 سابسکرایبر رسیده و وقتی به این 1,000,000 رسید اینا با سوپرسل یه قرار گذاشتن که این جورسال چالش خودشو، یعنی یه تیر استار چالش خودشو بچه‌ها تو کلچ آف کلنز بذارو. الان همونطور که می‌بینید اینجا ما داریمش. ریوردها بچه‌ها ایران پادشاهی که بهمون میده 400 تا لول ایکس پی به همراه یه بیلر پوشن که به نظر من بچه‌ها خوبه. بیلر پوشن همیشه نیازمون میشه وقتی داریم مثلا هیرو اینا آپگرید می‌کنیم، به نظر من مثلا دو سه تا هیرو با هم دارین آپگرید می‌کنین یا همه هیرو 4 تا هیرو دارین با هم آپگرید می‌کنین، به نظر من بیلر پوشن خیلی آپشن خوبیه مثلا به جای اینکه جم بزنین یا کتاب بزنین. خلاص بچه‌ها، الان بریم بیس رو بهتون نشون بدم. همونطور که می‌بینین یه چند تا چیز نکته بچه‌ها ریز خاصی اینجا داریم ما. اولا اینکه اینجا یک کینگ یک کوین لول 80 این بر می‌بینید، با یک کینگ و یک کوین لول 80 اون بر می‌بینید. خب یعنی هر دو طرف ما اینجا هیرو داریم، خب هیروهای لول مکس. و دومین چیزی که شاید خودتون فهمیده باشین که 200,000 تا بچه‌ها ما اینجا اینفرنو داریم و این 200,000 تا اینفرنو رو آخر اتاک باید بزنیم. خلاصه جوری که اتاک رو بچه‌ها شروع می‌کنیم، جوری که اتاک رو استارت می‌کنیم اینه که ما میایم از این بغل، خب ساب می‌کنیم تا این کوین بیاد بالا. ساب می‌کنیم این کوینه که اومد بالا بچه‌ها یه اسپل اسکلت می‌ندازین، بعد کینگ و والکری و ویچ میندازیم تا برن ترتیب این هیروها رو بدن. خب اینجا بچه های گوهم داره گفتن کینگ والکری ویچ یه سوپر آرچر هم میذاریم اون بالا جای جیم باکس ها. اینا رو که بچه ها انداختیم یه خورده سب میکنیم تا این پکایه با این ویچ و والکری بچه ها بیان برن این سوپر جاین اسکلتون. اصلا این جاینت اسکلتون دیگه این چیز غلطی میکنه، من فهم کردم این فقط کلش رویال پیدا میشه. حتی فکر کنم کلش رویال اومده بود خیلی وقت پیش. خلاصه بچه ها اینا رو که زدن دقیقاً همین کارو اینجا انجام میدیم. صبر میکنیم کوینه بیاد بالا، کوینه که اومد بالا میایم اینجا اینو میزنیم، آیس ویزاردر هم میندازیم، یه هیت هانتر هم بچه ها سری میزنیم و این هیت هانتر رو بچه موضوع باشه این بر تو رنج اینفرنو نذاریم، خب که اینجوری بمیره. اول باید کوینش بمیره، بعدش حالا مشکل نیستش دیگه، به هیت هانتر نیازی نداریم. قدرت کینگ رو بچه اینجا میزنیم تا بره واسه همون تان هالو بزنه. تان هالو که بچه ها زد که امیدوارم بزنه، آره بچه تان هالو که زد میایم از اینجا بچه ها اینو میندازیم، یه اینفرنو یه دونه اینو اینا رو بچه خالی میکنیم، یه ریج اینجا میزنیم که الکترو دراگون و دراگون رایدرون بچه های خورده بیشتر زنده مونن، یه خورده واسه همون بیشتر درصد بگیرن، ولیو بگیرن. بچه ها این که اینو زد، آرسی که اینو زد، میایم قدرتش اینجا میزنیم تا بیا یه دمیج وارد کنه. خلاصه بچه ها این بغلا الان ترتمیز شدن، ما میایم اینجا یه یتی میندازیم به همراه یه سوپر وال بریکر، کوین رو میندازیم به همراه واردن رو حالت چی؟ رو حالت زمینی. اینا رو که بچه ها انداختیم اینجا میتونیم حالا اینو استفاده کنیم، زیادم مهم نیست. قدرت واردن رو بچه ها وقتی خونه کوین خورده کم شد، جونشی کم شد، اینو میندازیم چون مهمه که به فنا نره. و الان ما موندیم با یه مش بچه مولتی اینفرنو میتونیم این اسپل بحثمون رو بندازیم که برن این تسلا رو اذیتش کنن خورده. خب بچه این که رفت جلوتر میتونیم قدرت کوین رو نیازی که نداریم بزنیم، ولی خب من میگم قدرت کوین رو بزنیم که سریع تر سه ستاره شه. و همطور که میبینیم بچه ها بیس رو ما به این صورت جمع کردیم. چیش مونده الان؟ دقیقا چی مونده؟ حاجی این آدم دنبال چی میره؟ آها یه اسویپر بچه اونجا مونده، حالا کوین اون مینی کوین شده، یه دونه از این اسپل چیزا روش افتاده. خلاصه اینم بزن و بله بچه. خلاصه بچه همونطور گفتم این روش ایزی استفاده کردنه، به نظرم راه آسونیه. همونطور که ببینید 42 ثانیه هم مونده بود، حالا میتونیم بچه یه بار دیگه بریم اتکش بزنیم ببینیم سریعتر هم میتونیم استفادهش کنیم یا نه. 42 ثانیه مونده بود، الان مثلا ببینیم تو یک دقیقه مونده و آخر میتونیم بزنیمش یا نه. خلاصه دقیقا همونطوری گفتم بچه ها یه بار دیگه همون مسیر رو تست میکنیم، فقط یه خورده سریعتر اتک میزنیم. میگم من موقعشون داشتم توضیح میدادم یه خورده سعی کردم آروم تر توضیح بدم. الان میگم بریم به حالت چی سری بچه ها اتک رو بزنیم، بریم اینجا بندازیم اینا رو که میگم از این بغل انداختیم، بعد بیام از این برم اتکمون رو سری شروع کنیم. اینجا اینو میندازیم، آیس کولم و هیتانتر رو از این طرف میندازیم. میخوام ببینم میتونم سری تر یه خورده بزنم یا نه با همین روش. خب این از این، خب کینگ یارو که زدیم، اوکی نایس نایس. قدرت کینگ خودمون رو بچه اینجا بزنیم، تا حال که رفت با این گفتم بچه همون لحظه سری
یه ایدرگ اینجا میندازیم، باید دراگون رایدر، دراگون رایدر رو چمپیون هم از اون بالا میندازیم. اینا رو بچه‌ها گفتم فریزشون کنیم همه رو با هم یه بار، چون مهمه که بچه‌ها اینفرنو الکترو دراگونتون حداقل یه دمیج بزنه. خب میتونیم اینجا الان روی چی قدرت آرسیمون رو بزنیم، قدرت آرسیمون که زدیم یه تی گفتم به همراه این کوینو اینجا میندازیمش. خب اینجا میتونیم یه رد بندازیم که حتی نیازی هم نیستش زیاد، یکم دیگه قدرت واردن رو میزنیم. آره الان باید قدرت واردن رو بزنیم، وقت خوبیه واسه قدرت واردن، پرفکت تایمینگه. اوکی اوکی نایس نایس اینو بزنه، اسپل بحث رو میندازیم رو اون شیلد تسلای اونبری که حتی گفتم حالا خیلی هم نیاز نیستش، ولی خب نمیمیری اونجوری بگم. خب بچه قدرت کوین اینجا سریع بزنیمش و ببینیم که چقدر وقت اضافه میتونیم بیاریم این دفعه با همین روش بزنیمش. کوین زود باش، 1:24 برو جون مادرت این تسلاها رو سریع بزنش. مینی کوین بچه فکرشو بکن تو واقعا تو کلاس اوف کلنز کوین انقدر میشه. و بله ستاره بچه گرفتیم و 1:17 موندی. دفعه گفتم بچه شما یه بار که توضیح بدم مطمئنا آرومتر مثلا پیش میره و خلاصه همطور که میبینین بچه ها الان ستاره گرفتیم، فقط من الان نمیتونم کلیمش کنم چون که بیلر پوکن بچه ها 5 تا دارم، بعد اول همشون رو استفاده کنم یا حداقل یکیشون رو و بعد اینو کالکتش کنم. و بچه ها خلاصه این بود از ستاره کردن چالش جودو اسلات و این بود از این ویدیو. اوکی رفقا همونطور که می‌بینید دیگه پایان ویدیو رسیدیم و امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره ویدیو رو بچه‌ها لایک کنین، تو قسمت کامنت بنویسین که فکر می‌کنین یه روزی هم بچه‌ها من 1 میلیون سابسکرایبر داشته باشم که کراش اوف کلنز واسه ما، واسه آرمی خودمون، واسه سابسکرایبره ماه این کانالم یه چالش ستاره بتونیم بذاریم یا نه. خلاصه بچه‌ها اگه ویدیو رو دوست داشتین گفتم دمتون گرم و فکر نکنم دیگه خواسته بر گفتم مونده باشه، پس وقتش میگم تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه.